الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، شما را به جلسه 26 مضمون مدیریت مالی خوش آمدید میگم. خدا کنه که تاییدم از موضوعاتی که ما شما در این مضمون با هم دیگر فرا گرفتیم به شکل منظم و انشاءالله کاملش استفاده کرده باشیم. در جلسه گذشته ما شما در ارتباط به اهداف مدیریت مالی یا در حقیقت در کل پلانگذاری مالی صحبت کردیم و اهدافش تایل لیست که مهمترین هدفش در این قد 4 هدف عمدهش ما شما بیان کردیم. با تعقیب از او ما شما در قسمت مدیریت سرمایه گذاری یا دارایی های ثابت و دارایی های سیال بحث داشتیم. گفتیم که مدیریت و یا پلان گذاری برای دارایی های ثابت نسبت به دارایی های سیال در سازمان ها و یا در کل در شرکت ها ساده تر است. دارایی های ثابت میتونه که مدیران کمپانی و یا پلانگذاران کمپانی به سادگی مدیریت کنن و به سادگی با برنامه هایی که طرح میکنن به مدیریت از او بپردازن. و بزرگترین دلیلش هم این بود که ما شما چون دارایی ثابت به یک بارگی خرید میکنیم، به سازمان میاریم و بعدا در سازمان از او استفاده میکنیم. دیگه طوری نیست که ما و شما دارایی های ثابت ما روزمره تبادل شوه. یعنی دارایی ثابت وقتی که خریداری شد حفظ میشه در سازمان، به شکل روزمره در تبادل نیست مثل دارایی های سیارواری. به می خاطر حفظ شدنش که در سازمان حفظ میشه و به شکل روزمره در حال تبادل نیست، کار مدیریت و یا کار پلانگذاری دارایی ثابت بسیار آسان تر است، مخصوصا که اگر خرید دارایی ثابت هم ما شما به چند دوره مختلف موکول کنیم کار دگام آسان تر میشه. و چی معنا؟ مثلا یک کمپانی 3 پای ماشین ضرورت داره، این 3 پای ماشین برای 3 سال برنامه ریزی کنه که در سال اول پای اول میخره، در سال دوم پای دوم شه و در سال سوم پای سوم. باز بسیار با مشکلات کمتر حتی از نظر تامین سرمایان با مشکل مواجه نمیشه، چون میتونه که با استفاده از ذخایر داخلی سازمان و یا شرکت خود پول خریداری از او را تامین کنه. ذخایری که در سازمان ها موجود است، مثلا ما شما در بحث های محاسبه مالی میفهمیم که ذخایر فرسایشات و یا امو ذخایر استهلاک یا استهلاک انباشته موجود از ذخایر از درک تقاعد و یا جمع‌آوری تقاعد کارمندا موجود است و دیگر ذخایری که اونجا است. پس با استفاده از این ذخایر میتونه در دوره ماشین مورد نظر تهیه کنه و به سازمان بیاره. اما اگر تصمیم میگیره که 3 پایه را به یک بارگی خرید کنه و یعنی یک دوره زمانی خرید کنه، باز امکان از این است که سازمان از بیرون منابع را تمویل کنه و به شکل قرضه خرید از این ماشینالات خود تمویل کنه. به می دلیل است که باز ضرورت به دارایی بیرونی و دارایی خارجی در سازمان احساس میشه، اما باز هم زیاد مشکل ساز برای مدیریت و برای پلانگذاری سازمان نیست. اما برخلاف بحث مدیریت دارایی سیار بسیار دشوار است. سازمان ها در قسمت مدیریت دارایی سیار با چالش و مشکلات زیادی مواجه هستند و دلیل از این بحث ای است که دارایی سیار برعکس دارایی ثابت که به یک بارگی آورده میشه و در سازمان حفظ میشه، دارایی سیار در حال تبادل است. یعنی سازمان باید به منظور سوداوری و به منظور نافیت خود دارایی سیار خود در حال تبادل نگاه کنه و از عد بیشتر باید سازمان او را حفظ هم نکنه و نگهداری هم نکنه. پس به می دلیل است که مدیریت دارایی سیار مشکل تر تمام میشه. دارایی سیار مثلا ما شما دارایی را میگیم یا که قدرت نقدینگیش و یا قدرت نقد شدنش بسیار بلند است، با آسانی و با سادگی نقد میشه. دارایی هایی که قدرت نقدینگی بلند دارن یا قدرت نقدینگیشان بالاست به نام دارایی
سیار یاد میشه. مانند پول نقد، مزد و معاشات، این موارد که بحث دارایی های سیار در بر میگیره، چون در طول یک دوره باید پرداخت صورت بگیره، خود اجناس، موجودی ذخایر و غیره، کلی موارد جز دارایی های سیار ماست. و به می دلیل است که مدیریت دارایی سیار دشوارتر است، چون سازمان به شکل روزمره و یا به شکل دوره‌ای با این موارد سر کار داره، چی با پول نقد که نقدینگی سازمان باید فراهم باشه و پیش موجود باشه، چی با تادیه و پرداخت مزد معاشات کارمندای خود. سازمان مکلف است که مزد معاش کارمندای خود به وقت و زمانش تادیه کنه و پرداخت داشته باشه، چی با تهیه مواد یا اجناسی که میاره به داخل کمپانی و سازمان خود، چی با فروشات که به شکل قرضه و یا به شکل مواردی که از ضرورت داشته باشه و غیره. بحثی که ما شما میتونیم دارایی های سیاره چیگونه برش برسیم و چیگونه ایره در نظر بگیریم و در قسمت سنجشش که ما شما به کدام اندازه دارایی سیار نیاز داریم یا به کدام مدت زمانی، ما شما باید احتیاج دارایی های سیار خود به اساس یک فرمول به دست بیاریم. احتیاج دارایی سیار، احتیاج دارایی سیار ما شما چگونه به دست آورده میتونیم؟ مهمترین بحثی که در احتیاج دارایی سیار ما شما داریم و میتونیم برای سنجش استفاده کنیم، اول باید مقدار ضرورت پول نقد خود یا مقدار ضرورت دارایی سیار خود به شکل روزمره تخمین کنیم که ما به شکل روزمره به کدام مبلغ به دارایی سیار نیاز داریم. ای باید یک تخمین داشته باشه و تخمین خود ما شما به اساس از او انجام بدیم. در مثالی که در کتابتان آمست و همون مثال ما میخواییم داشته باشیم، ضرورت به ضرورت روزانه دارایی سیار 5000 افغانی. ضرورت روزانه دارایی سیار 5000 افغانی تخمین شده، یعنی تخمین کرده مدیریت یا پلانگذاری کمپانی که ما در یک روز 5000 افغانی برای اجناس خود و یا دارایی سیار خود در یک روز ضرورت داریم. آلی 5000 افغانی که مشخص شد که مبلغ یا مقدار قابل ضرورت ما برای یک روز است، ما شما باید ایره ضرب در تعداد روزایی کنیم که تخمین میکنیم که دارایی ما شما به شکل راکت باقی میمانه، یعنی دارایی هایی را که ما شما مثلا از گدام گرفته تا بعد در مرحله تولید و بعد مرحله فروش و بالاخره پس نقد شدن پول ما، که در کدام زمان پس پول ما نقد میشه. اینی موارد کلش ما شما که مد نظر بگیریم، میتونیم که تعداد روزایی را که ضرورت داریم ما شما برای ضرب کردن به این مبلغ روزانه، تا که امو مقدار قابل ضرورت دارایی خود تا که تعادل حفظ کنه به دست بیاریم یا احتیاج دارایی سیار خود مشخص بسازیم. فرض میکنیم تخمین شده که در مثال کتابتان هم هست که در برای مواد 10 روز در گدام چند روز مواد در گودام باقی میمانند؟ 10 روز بس شده. تولید چند روز را در بر دارد؟ 5 روز بس شده. مواد کار تمام چند روز
گدام می شود 10 روز پیش بینی شده و پول فروشات بعد از چند روز به دست می آید. پیش بینی شده که 25 روز. ما شما 5000 افغانی تخمین روزانه خوده گفتیم که ما شما به دارایی ها برای پیشبرد بحث های روزمره خود با 5000 افغانی در روز ضرورت داریم. حال تعداد روزا رو مشخص می سازیم که مواد ما شما یا تولید اجناس تولیدی ما شما در مدت چند روز از مرحله شروع که از مرحله تولید است تا مرحله بعد از تولید یا فروش و حتی نقد شدن پول به فروش رفتش در بر میگیره، که ما شما مواد خامش در گودام گفتیم 10 روز باقی میمانه، تولید در مدت 5 روز صورت میگیره، مواد کار تمام یا تولید کار تمام 10 روز در گودام موجود میباشه تا که به فروش بره و به فروش برسه، و پول فروشات بعد از 25 روز به دست میاد. یعنی فروشاتی را که ما شما انجام میتیم بالای مشتریان، و اونجا بحث کردیت یاد شده، کردیت این نیست که ما شما بر مشتریان خود اجناس روان میکنیم، اجناس فرستاده میریم، اما پولش باز بعد از یک مدت به دست میاریم، که اینجا مدت به دست آوردن پولش 25 روز ذکر شده. ما شما کل از این مدت ها را که ضرب کنیم، 10 جمع 5 جمع 10 جمع 25، 10 و 5 15 10 25 25 25 50 روز، 50 روز به دست میاد. 50 روز مفهومش هست که ما شما یک دارایی را که امروز به کار میندازیم در حقیقت 50 روز بعد پس به دست ما میاد. ما شما چند دارایی را داشتیم؟ 5000 افغانی دارایی روزمره ماست، و اینمی دارایی را که فرض کنیم امروز ای را به کار گرفتیم، 50 روز بعد باید انتظار از ای را داشته باشیم که ای پس به دست رس ما قرار میگیره. پس به می منظور ما شما احتیاج دارایی سیار خود چگونه به دست میاریم؟ از ضرب نمودن مقدار ضرورت روزانه دارایی سیار در تعداد روزهایی که پس او را استرداد میکنیم یا پس به دست ما میه. پس احتیاج دارایی سیار مساوی میشه به ضرورت روزانه دارایی سیار ضرب در تعداد روزهایی که انتظار نقد شدنش داره، تعداد روزهایی که نقد می شود، یعنی تعداد روزهایی که اینمی دارایی روزانه ما که 5000 افغانی است نقد میشه، اینمی دارایی را ضرب از اون تعداد روزا میکنیم، احتیاج دارایی ما شما رو چی میکنه؟ در اختیار ما شما قرار میده. پس احتیاج دارایی ما، احتیاج دارایی سیار مساوی میشه 5000 افغانی ضرورت روزانه است، 5000 افغانی ضرب تعداد روزهای ما چند است؟ 50 روز مساوی می شود 250000 افغانی. دو سد و پینجا هزار افغانی به چی معناست؟ که اینمی مبلغ، یعنی 250000 افغانی بر ما شما تعادله روزمره ما شما را یا تعادل بین مقدار ضرورت دارایی سیار ما در روز و بین ازی که در چند روز ما شما پسی را میتونیم نقد کنیم، یا به اصطلاح ساده تر ما شما که یک کاروبار شروع میکنیم و ضرورت روزانه دارایی سیار ما 5000 افغانی تخمین شده باشه، با اینی موارد هم پیش بینی شده باشه یا تخمین شده باشه که ما شما داشته باشیم، ما شما باید 250000 افغانی دارایی سیار یا دارایی نقد داشته باشیم تا که تعادل خود در بازار و تعادل خود در بین مشتریان و تعادل خود برای خرید و فروش اجناس و این موارد ما شما به شکل منظمش حفظ کرده باشیم.
و بحث دیگهش که ما شما ایره گفتیم که اینمی 5000 افغانی را که ما شما در حقیقت امروز وارد چرخه کار خود میکنیم، 50 روز بعد برای ما شما پس نقد میشه. پس برای جنبندی بس که ما شما سوال هم میتونین که به وضاحت ببینین و ما شما بحث کردیم که مدیریت دارایی سیار نسبت به مدیریت دارایی ثابت بسیار مشکلتر و دشوارتر است و به می منظور است که ما شما باید از راه های مختلف، از فرمول های مختلف برای بدست آوردن و اندازه دارایی سیار خود استفاده کنیم که با استفاده از این فرمول ما شما مثلا روزهایی را که دارایی ما به نقد تبدیل میشه و مقدار مورد ضرورت دارایی سیار روزانه خود ضرب مقدار تعداد روزها کردیم که عددی که به دست آمد 250000 افغانی یه عددی است یا مبلغی است که ما شما را میتونه به تعادل برسانه. یعنی اگه ما شما با 250000 افغانی کاروبار شروع کنیم در قسمت دارایی سیار یا تامین دارایی سیار خود به مشکل مواجه نمیشیم. خدا کنه که انشالله برداشت لازم از درس داشته بوده باشین. تا جلسه بعد خداوند یار و مددگارتان.